درود به همه شما، پگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. این برنامه از ساعت 9 تا 10 ادامه داره که در آغاز برنامه بسته خبری که حاوی مهمترین و دقیق‌ترین خبرهای افغانستان و جهان بود تقدیمتان شد و ممنون هستم که برای دیدن این برنامه را انتخاب کردید. امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین و در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم منتظر دیدگاه ها و پرسش های شما هستیم. امروز مهمان من وحید الله مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه است و بحث ما در رابطه با این است که در این اواخر فضای افغانستان بخصوص شهر کابل آلوده شده، همچنان آلوده و سرد در کنارش، که با توجه به وضعیت کنونی میخوایم آمادگی وزارت صحت عامه در این مورد داشته باشیم. چی آمادگی دارن و در بیمارستان هایی که عرضه خدماتشان دارند به چه تعداد بیماران از این بابت مراجعه میکنن و توصیه اونا چی است؟ در این مورد حرف شما را نیست میخوایم داشته باشیم. در کجا زندگی میکنین؟ امروز فرصت خوب است، میتونین در محلی که زندگی میکنین از وضعیت آب و هوا و آلودگی هوا و اینکه باعث کدام نوع بیماری ها میشه، فرصت خوبی دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. هنوز وحید الله مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه نرسیدن اما نزدیک هستند. تا لحظات بعد میرسن و به تمام دیدگاه ها و پرسش های شما پاسخ گو میباشن. راه های تماس با ما 0791-300-654. اگر تماستان برقرار نمیشه و یا قطع میشه میتونین سری به فیسبوک ما بزنین. نشانی ما در فیسبوک /fantvmorningmagazine لینک فیسبوک ماست و یا هم به فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونین دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما در برنامه جا داده میشه و برای ما با ارزش است. آغاز برنامه است. میخوایم ببینیم ما که میخوایم به گونه زنده دیدگاهشون در برنامه داشته باشیم. لطفا زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و یه فاصله بگیرین تا اینکه ما دیدگاه های شما رو در برنامه جا بدیم و شما هم دیدگاه تان با ما شریک بسازین. آقای وحید الله مجرو که لحظات بعد میرسن به شما پاسخ گو باشن. فیلم بینده ما روی خط از بفرمایید. تماس شما برقرار از بیننده عزیز، بفرمایید. تماس قطع شد. بیننده عزیز، امروز بحث ما در رابطه با آلودگی هواست که چقدر میتونه تاثیر منفی بالای صحت شهروندان داشته باشه. شما اگر در این مورد پرسش و یا دیدگاه دارین میتونین زنگ بزنین. این فرصت از شماست و دیدگاه ها و پرسش هایتان با وحید الله مجرو سخنگوی وزارت صحت عامه در میان بگذارین. مهمان ما تشریف آوردن. بعد از یک میان برنامه با شما میباشیم. ادامه برنامه است. ممنون دانستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. خوشبختانه مهمان ما وحید مجرو رئیس روابط بین الملل و سخنگوی وزارت صحت عامه تشریف آوردن اینجا. به گونه زنده حرفای شما را خودشان میشنون و به شما پاسخ میدن. یک تماس روی خط است. پیش از این که تماس پاسخ بگیریم جناب مجرو را خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما را پذیرفتید. سلامت باشیم. صبح شما بخیر. ممنون شما. به جز یک تماس پاسخ میگیم. بیننده ما روی خط است، بفرمایید. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. مصطفی جان از هرات به تماس شدی، درست؟ سلام علیکم. سلام به خودت، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام مصطفی عزیز، صدای خودت داریم، بفرمایید. بله درست. مصطفی جان صدای تو داریم برادرم، بفرمایید. پرسش و دیدگاهت. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت میمونه تازه از را رسیده. امیدواریم که مونده نشده باشم و از آلودگی هوا عذاب نشده باشم. میمان عزیزم و تشکر از برنامه زیبای شما، واقعا برنامه جالب و جذاب و در راستای از این موضوعی که به حساب دستندرهای نوشته شده مشکلات و چالش های زیاده برای شهروندان هست در تمام ولایات. خب نسبت به تراکم و نفوس فرق میکنه. هر ولایتی که نفوس از بیشتر باشه خام و خاروج آلودگی هوا بیشترتره و در محیط های بیرون از شهر خواه آلودگی هوا کمتره. و عوارض و به حساب مرض های هم ناشی از بیماری های مختلفی از قبیل بند شدن عروق تنفسی و سیستم عصبی حتی میتونیم بگیم به نحوه همی آلودگی هوا مختل میکنه، چون اکسیژن با تمام عضلات بدن نمیرسه.
اقسام مریضی هایی هسته که باز خود شما بیشتر میفهمی، معلومات شما بیشتره. نه از میمان عزیز برنامه یک سوال داشتم به ثبات حفظ جنگلات. حفظ جنگلات چون می خود جنگلات که هسته منیس تصفیه هوا و تصفیه بیتزید زمان طوری که در مدن نظر زراعت اگر نظر کنیم، در نظر قرآن شریف نظر کنیم، خداوند به بهشت مثال میزنه، به جای سرسبز. و متاسفانه امروز هیچ یک از همشهریان ما در قصه در استیت سرسبزی نقش فعال نمیگیرند. اگر نه، اگر هر انسان بالغ و عاقل یک دونه نهال به خاطر سرسبزی وطن خود قصد کنه، ما تا حد ممکن میتوانیم که جلو آلودگی هوا رو بگیریم. و موضوع دوم، موضوع نگرانی آب و هوا که هست فعلا در بین تمام کشورها یک امر بسیار مهم تلقی میشه، باعث تشکیل گازات گلخانه‌ای در سطح جو و زمین بشه. مزمون عزیز برنامه ای خواهش داشتم که چرا در کابل، در پایتخت کشور ما، ما اکثرا اونجا مسافرت میکنیم، باز ما از هرات که میایم اونجا مجرد که از سیاره یادم بترپایم میشیم خلق ما تنگ میشه، چون عادت به دود و چیز ندانیم. برای شما کمتر معلوم میکنه چون عادت کردیم، ولی یک کسی که از راویای فکر میکنه که یک به صاحب خیلی آمیانه بکنم حرف هم خود خود ما مردم ایراد بگم به تزی که با گلخند همه آدم داخل میشه دود میکنه، همه قسم دوده. و ما میگم باید در ایسه تصفیه هوا وزارت یک یا همین میمون عزیز ما که از هر جا که تشریف بانه یا ساعت عمه باید فلان های بسیار عمیق‌تر از برنامه های تلویزیونی روی دست بگیره، بالاخره خودم آگاهی بدن اینا که فضا را آلوده نکنه و بایست آلوده شدن فضا خودم عمر بامید. در قسمت کارخانه ها میتونم که از وسایل تجهیزات بهتر استفاده کنم. میمان عزیز ما برنامه و امیر ما بگم که او کسایی که در کو زندگی میکنن بیشتر معرض آلودگی هوای هم در کابل یا در شهر. ممنون خودت مصطفی عزیز، ممنون که در برنامه اشتراک کردی و دیدگاهت خیلی جالب بود. حتما در این مورد حرفای جناب مجبور را می داشته باشیم که چقدر با نهادهایی که در این مورد مسئولیت دارن هماهنگ هستن و برنامه های خودشان را دارن. جناب مجبور، چون هوا سرد شده و همچنان آلوده که شما در جریان هستین که اکثرا بیننده ما از این بابت در رابطه به سلامتشان نگرانی داشتن، خواستن شما را داشته باشیم، آمادگی های شما چیست؟ تشکر، سلامت باشین. من ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و بیننده محترم، قبل از اینکه پاسخ شما بپردازم به پاسخ مصطفی جان بپردازم. افغانستان یک باغ بسیار خوب است. ما امروز بسیار خوشحالم که شیرین ترین میوه از باغ لجی را تیر داشتم. بخوام به خدمت دوستو بسیار خوب هم مصطفی جان عرض کنم که اینا به یک نکته بسیار خوب اشاره کردم. بحث صحت دیگه و بحث تکبودی نیست که به گذشته فکر میشد که فقط وزارت صحت عامه تمام مسئولیت عامه تمام به خاطر تامین صحت سلامت جامعه داره. و نکات که برادر ما اشاره کرد خیلی به وضاحت بیان میکنه که در صورتی که در قسمت تامین تمام مالفای لازم به امور صحی تمام ابعاد و فاکتورهای شامل دست به دست هم ندم، با وجود وزارت صحت ما با اقدامات وقایعی درمانی هر اقدام گسترده را انجام بده راه به جای نخواهد برد. بحث آلودگی آب و هوا و محیط زیست یکی از عمده ترین چالش هایی است که فرارات سکتور صحت موجود هست، موجب ایجاد بیماری مختلف نزد شهروندان میشه. فصول مختلف سال برای رعایت ما که میگم به تابستون به هرات اصلا نمیشه اونجا با زور با کابل مقایسه کرد، به خاطر کنجی بسیار بادا 120 روز بعد داره و این رعایتی هم که به کابل میاین به خاطر دودی که به کابل موجود است نه تنها که و فضای بیرون خانه را آلوده ساخته، امروز موضوع ترین مراجعه کننده که به شفاخانه داریم از آلودگی و هوای داخل خانه هم رنج میبرم، یعنی مواد سوختی و محروقاتی که به خانه هم استفاده میشه متاسفانه معیاری و استاندارد نیست و وسایلی هم استفاده میشه. به هر صورتش اینا فقط با اقدامات درمانی که داخل شفاخانه ها و ایران میشه قابل حل نیست. و قسم که دوست ما اشاره کرد یکی از فاکتورهایی که به دراز مدت میتونه بحث آلودگی زیست محیط زیست کنترل کنه بحث وجود فضای سبز که وزارت صحت عامه به اینجا هیچ نقشی نداره، فقط کار کرده میتونه به سطح کلان دادخواهی سیاسی و در سطح پلیسی انجام بده. وزارت محترم زراعت و اداره محترم ملی محیط زیست به این قسمت نقش اساسی دارم. کاری که ما کرده میتونیم به جلسات هماهنگی که موجود هست به اونجی پیام انتقال میدیم که در صورتی که در دراز مدت بحث محیط زیست در ظرف کلان مد نظر قرار نگیره، خطر ابتلای افراد جامعه به سرطان و امراض مختلف صحی به مراتب بزرگتر از حملات تروریستی و مشکلات ناامنی است که امروز جان شهروندان ما رو میگیره و میزان هزینه‌ای که صرف از این مشکلات میشه
هم در کوتاه مدت در قالب بودجه وزارت صحت عام، هم در دراز مدت در ظرف کلان اقتصاد جامعه و کشور بار بسیار کلان است. فعلا آماری که نزد وزارت صحت عام به صورت تکراری بر تمام سالها موجود است که در فصول مختلف سال امراض موسمی متعدد را داریم. با شروع فصل خزان و فصل زمستان میزان مراجعه افراد و شهروندایی که از امراض طرق تنفسی رنج میبرند به شفاخانه به مراتب افزایش می‌یابد. امسال به دلیل نبود بارش در شروع فصل زمستان این حجم به مراتب بیشتر از سالهای گذشته هست و با وجود خدمات درمانی مقطعی صورت می‌گیرد. بازم تاکید میکنم در صورتی که تمام فاکتورهای زیدخل به شمول شهروند با استفاده از مواد محروقاتی و مصرفی استاندارد، به شمول تاجری که رسالت داره در کنار مسئولیت دریا و جمع کردن سرمایه در قسمت صحت جامعه مسئولیت داره و از تورید گاز و مواد محروقاتی و موتره که امو معیارات لازم به خاطر حفظ محیط زیست سلامت نداره و رسانه محترم به خاطر آگاهی ما وزارت صحت عامه به خاطر انتقال پیام‌های وقایوی و عرضه خدمات درمانی وزارت زراعت و وزارت اداره ملی محیط زیست در قسمت حفظ محیط زیست اگر اینا تمام شده است به دست هم نتن ما این مصیبت کلان اجتماعی رو که امروز به صورت بسیار مخفی و آرام پیش میره در آینده به عنوان یک چالش کلان پیش رو خواهد داشت. ممنون شما جناب مجرو بجستن اکتماس پاسخ میگیم. شمس الحق روی خط است. جناب شمس سلام، تماس شما برقرار شده، برادرم بفرمایید. شمس الحق عزیز، تماست برقرار از برادرم، صدای تلویزیون تا پایین. ممنون، شما یک موقعیت خوب انتخاب کنید. برای ما یه سال خانگوی سبتی بخاطر نیکایش بفرمایید برادر. بله نشنوید. صدای شما را داریم، بفرمایید. صدای تلویزیون تا پایین کنید برادر. شخصی خوب آل خوب نیفهمه که روز آواز هر دست و مریضه از بیا شده و کلینیکای شخصی نترگ بخاطر این کلینیکای شخصی نگم که پیش هر دفتر که بری ترگ نسخه برد میره که اولاد دل از زندگی سیاه میکنه. یک مامور آتا میسان 8000 یا 10000 ماه سالو که بوره پیشی کلینیکای شخصی ترگ نسخه میره بازو نسخه لیه دیگر یا نمیشه لیه دیگر دفتر که بری اونمون نسخه میگه به اوزوان نداره شاید اون پاراستامول باشه چی نمیشته میکنه که او دفتر دیگه نمیفهمه. ما یک روز نسخه گرفته بودیم از بستر شهر کابل کردیم پیدا نکردیم. غیر از می روبروی چی که هست سرای مسعود اینو میگه که دفتر بود محسن شکور بود. غیر از اون که چپخانه دواخانه از این دیگه تا ایک جای پیدا نکردیم. میکرویان گشتیم تا مغازه تلیفو نمی مشکل است و دیگه مشکلی است که نمی باید نمی دوا خواهید نخلامه داشته باشه دوا میگیره زر نه چند سو 2000 چند سو 3000 ولی نیا کلا مشکل هستی شکی مردم بره که شکایت کنه کلینیک شما ذات هست گردن ما مردم خواهد ترخیل میرم نزی که کلینیک شما رو دورمان بیشتر نزی کرد اینجا که میرم یک بیگی قصاب هست یا پیش ما پیش یک دفتر رفتم از مادر این دستش درد میکرد یک پشکاری داد یک پشکاری که اونی سد او که داد یک ما خوب آرام بود بعد از ما بشه ما رو بعد دفتر کرد شمس الحق عزیز میشه مشخصا بگی خودت به کدام بیمارستان مراجعه کردی شینو زاده تسکین میده یا تو دوا میده که بیخی قوی باز دوا زید شش تاثیر نمیکنه. درست درست، مشکل خودت گرفته شد برادر مطمئن. جناب مشروع در این مورد حرفای خودشان هم میداشته باشم. به این دایز امروز بس ما در رابطه با آلودگی هوا و تدابیر وزارت صحت عامه هست که چی تدابیر داره. امروز فرصت خوبی است. وحید الله مجرو رئیس روابط بین الملل و سخنگوی وزارت صحت عامه اینجا هستند. به گونه زنده حرف شما را میشنون و به شما پاسخ میدن. راه های تماس با ما 0791-3654 اگر تماس تام برقرار نمیشه سر به فیسبوک ما بزنید /antimorningmagazine لینک فیسبوک ما است و هم به فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما قابل ارزش است و با ما جا داره که در برنامه البته برش ارزش بگذاریم و قابل احترام است. اما بیننده عزیز به گونه زنده وقتی به تماس میشین سایت تلویزیون تان پایین کنین و فاصله بگیرین. در غیر از تماستان قد میشه زمان گذاشته میشه با بیننده ما که حرفی در این مورد بگفتن دارن. با سختان به شمس الحق عزیز جناب مجرو که به تماس شده بودن مشکلاتشون شما خودتان شنیدین. تشکر. بحث هرچند
محتوای سوال ده دقیقا متوجه نشدم کیفیتشون از قیمت دواست یا از کیفیت نسخه است که نوشته میشه، ولی به هر صورت هر دو بودم روش بس خواهد کردم. ما روی قیمت دوا در ابتدای امر زیاد قضاوت نمی کنم. وزارت صحت عامه مسئولیت داره که بحث دوا را کنترل، قیمت دوا را کنترل کنه. در این قسمت اقدامات مقطعی در گذشته صورت گرفته، طرح کار وزارت صحت عامه روش کار میکنه، ایست که دوا تمامش باید قیمت داشته باشه، لیبل داشته باشه، نسخه که نوشته میشه باید تاپه بشه از طرف دواخانه مربوطه، و در پهلویش بحث کیفیت نسخه نویسی وزارت صحت عامه در کوتاه مدت در سالهای گذشته کارهای سطحی که انجام داده بودی بود که از طریق ریاست بررسی اسدی قوانین صحی گاه گاهی موضوع نظارت میشد، ولی راه کلیدی نبود. کاری که در سطح دنیا معمول است هست که بین وزارت صحت عامه به عنوان مجری خدمات صحی و مریض دریافت کننده خدمات صحی و طبیب واسطه جریان، یک دست سومی باید وجود داشته باشه که عدالت در میان تامین کنه. اینها در افغانستان موجود نبود. رهبری کنونی وزارت صحت عامه بر اولین بار شورای عالی طبی را تأسیس کرد و فعلا به رهبری جدیدش به حکم جلالت مآب رئیس جمهور انتقال یافته. شورای عالی طبی در سطح کشورها، تمام کشورها، نهادی است که اخلاق طبابت مورد نظارت و بررسی قرار میده. کیفیت نسخه‌ای که نوشته میشه، ظرفیت درمانی مسلکی دکتر مورد ارزیابی قرار میگیره، به صورت سالانه دوباره اینا باید که اسنادشان اعتباردهی شه، و در صورتی که تخلفات طبی صورت میگیره، تا اکنون تمام تخلفات به محکمه فرستاده میشه در حالی که ما هیچ طبیبی در محکمه نداریم، در سارنگولی نداریم. خب اینا تمام راهحل های کوتاه مدت بود، راهحل که حال سنجیده شده که به نسل ها میراث مؤثر از وقت خواهد ماند. باشه اکتماس پاسخ میگین که بیرین دیما بسیار منتظر ماندن. افسانه عزیز روی خط است. افسانه سلام، تماست برقرار. افسانه صدای تلویزیون تا پایین کن و یا فاصله بگی، میخوایم حرف خودت داشته باشم. بله سلام بشم. بله سلام به شما افسانه عزیز، صدای تلویزیون تا نپایین کنید. بله. ما صدای شما را داریم، بفرمایید. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، زمانی که با تماس میشین لطفا صدای تلویزیون تان را پایین کنین و فاصله بگیرین. در غیر از تماس تان قطع میشه و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. اگر در این مورد پرسش و دیدگاهی ندارین، لطفا زمان بگذارین با او بیننده ما که در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و دیدگاهی دارن. در ادامه برنامه با ما باشین. ادامه حرف شما را به جرم مجرم میخوایم داشته باشم. شورای عالی طبی که ایجاد شده، این مسئولیت داره که کیفیت نسخه نویسی، کیفیت دانش مسلکی دکتر و در صورت که تخلفات واقع میشه او را مورد پیگیری و ارزیابی قرار بده. اینها تازه ایجاد شده، فعلا روی مساختارهای خود کار میکنه و باور ما است که میراث مؤثر و مثبتی که نهاد به جا خواهد موند به نسل ها تعلق خواهد داشت. حرف دوم در قسمت کیفیت دواست. بسیار برای من سخت است که مال قضاوت کنم که یک پیشگیری چرا 3.5 بوده، در حالی که من نمیفهمم که مشکل از اون مریض چی بوده و نوعیت پیچکاری چی بوده. نکته رو باید متوجه باشم که ارزی خدمات سی در تمام کشورها قیمت است و هزینه بر است. اگر ما کیفیت خوب میخواییم در برابرش متاسفانه باید هزینه بالایی بپردازیم. وزارت صحت عامه متعهد به مسئول ارزی خدمات سی رایگان در قالب ظرفیت های موجود بودجوی هست. شهروندان ما در قدم اول میتونند به مراکز درمانی دولتی مراجعه کنند. در صورتی که خدمات درمانی و اقلام دوایی در اونجا موجود نبود، به سکتور خصوصی میتونن مراجعه کنن. تلاش ما بر است امروز اقدامی که وزارت صحت عامه حدود 3 هفته میشه روی دست گرفته، تمام مراکز خصوصی درمانی در کابل مورد ارزیابی بسیار شدید وزارت صحت عامه قرار داره. حدود 70 مرکز تا فعلا شناسایی شده که اسناد اینا مشکل داره. کمیته در این قسمت موظف شده تا ارزیابی شه و یک تصمیم منطقی در قبال اخذ شه که قابل تطبیق و قابل اصلاح باشه موضوع. ولی اگر تنها روی کرده مهی باشه که ما در برابر خدمات درمانی با هزینه بسیار کم و کیفیت بالا دسترسی داشته باشیم، زیاد مقدور نخواهد بود. هموطنان ما به کشور هندوستان مراجعه میکنن، به کشور پاکستان مراجعه میکنن، زیادترین هزینه را میپردازن. خب و در برابر خدمات مشابهی که در افغانستان با کیفیت مشابه موجود هست، ولی اینجا ما حاضر نیستیم که 200 افغانی را بپردازیم. ما باورم است در کلیت، بازم تاکید میکنم که وزارت صحت عامه در قدم اول، یک، مسئولیت ارزی خدمات سی رایگان مطابق قانون اساسی داره در قالب ظرفیت های بودجه موجود. دو، وزارت صحت عامه مسئولیت مستقیم داره تا تمام خدمات درمانی که در قالب
سکتور خصوصی و دولتی رامش ایران اینا رو مورد ارزیابی وزارت قرار بده. باور شخصی ما است که تا زمانی که ما هزینه های خدمات درمانی خود معادل و متوازن با هزینه های موجود در سطح مارکت منطقه قرار ندیم، ما توقعی به پیشرفت کیفیت خدمات سی نمیتونیم داشته باشیم. یعنی یک کلینیک شخصی ما نمیتونه یک معاینه امارای هزینهش 2000 افغانی کنه و خرید با توقع داشته باشیم که دستگاهی به 3.5 میلیون دلار خریداری کنه. اگر ما میخوایم که معاینه امارای 1000 با 2000 افغانی داشته باشیم، باید رو بپذیریم که یک دستگاه دست چهارم کهنه و عمرش از 20 سال گذشته از او استفاده کنیم. خدمات سی دست تمام سطح دنیا یکی از جمله خدمات بسیار فیشنی و قیمت هست و وزارت صحت عامه تلاش میکنه که با فراهم ساختن زمینه خدمات سی رایگان قسمتی از این بار کم کنه. واقعیت تلخی را که باید بپذیریم است که به دلایل مختلف ارزیابی‌هایی که انجام شده نشان میده که شهروندای ما متاسفانه زیادترین هزینه خدمات سی را متحمل میشن. یعنی 100 افغانی که مصرف میکنن در یک سال در برابر خدمات سی حدود 4 تا 5 افغانی از زیر دولت میته، حدود 20 افغانیش همکارای بین المللی ما میته، حدود 74 تا 76 افغانیش شهروند از جیب خود میته. تمام شکایتی هم که موجود هست در این زمینه است. استراتژی ما متمرکز به ایست که ما چطور میتونیم هزینه مصرف از جیب شهروند مصرف مستقیم کاهش بدیم. قانون اساسی ما را مکلف به ارزی خدمات سی رایگان کرده. بودجه دولت افغانستان ظرفی ارزی خدمات سی فوق تخصصی را نداره. راه حلی که ما برای ازی بسنجی مجبور استیم که یا ما بیمه را شروع کنیم تا هزینه خدمات پایین و به صورت مستقیم نباشه و مشارکت سکتور عام خصوصی را ما روی دست گرفتیم. ممنون شما جناب مشروع. بینده عزیز در دامه برنامه با ما باشین، یک میان برنامه میگیریم برمی. ادامه برنامه. ممنون هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بیننده عزیز، امروز مهمان من وحید مجروع، رئیس روابط بین الملل و سخنگوی وزارت صحت عامه هستند و بس ما در رابطه با آلودگی هوا و اینکه تدابیر وزارت صحت عامه در این خصوص چی است. امروز شما هم دیدگاه هایتان را میتونین با ما شریک بسازین. فعلا بیننده ما محمد عمر روی خط است. عمر عزیز سلام. عمر تماست برقرار است، بفرمایید. بله. بله. عمر جان تماست برقرار است، برادرم بفرما. عمر عزیز تماست برقرار شده، برادرم اگر صدای ما را داری بفرما، در غیر از او تماست قطع میشه. فکر کنم عمر تصمیم حرف زدن نداره. خواهش میکنم از همکارانم که تماس شقت کنن. اما بیننده عزیز لطفاً زمانی که به تماس میشین، این برنامه به شما شکل گرفته و از شماست. ما میبینین که تماما پرسش های شما رو در برنامه جا میدیم. اما لطفاً زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه تا ما دیدگاه های شما رو در برنامه جا بدیم. راه های تماس با ما 0791-6654. اگر تماس تان برقرار نمیشه /1tvmorningmagazine لینک فیسبوک ماست و هم با فارسی مجله صبح بنویسین، اونجا میتونین پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه های تان با ما شریک بسازین. راز محمد عزیز روی خط است. راز محمد جان سلام، بفرما. راز محمد تماست برقرار از برادرم، بفرما. برادر عزیز تماست برقرار از بفرما. صبح شما بخیر، بفرمایی. سوال من از آقای مجروح نیست که آیا میشنوین؟ شما صدای شما را داریم، صدای تلویزیون تا نپایین کنین، بفرمایی. سوال ما از آقای مجروح هست که آیا وزارت صحت عامه همه کلینیک ها و دواخانه ها را تماسشان قد شد؟ اما سوالشان گرفته شد جناب مجروع. سوال برادر ما را شنیدین. آیا شما به تمام کلینیک ها و شفاخانه ها نظارت دارین؟ قسم قبلا خدمتان عرض کردم، بحث نظارت یک بحث مداوم هست.
از مراکز صحی درمانی دولتی که به صورت متواتر و منظم هم از جانب وزارت صحت عامه و در پایان سال از جانب یک نهاد دست سوم که پوهنتون کت از کشور هالند هست، تمام خدمات درمانی هم به صورت مستقیم هم از طریق نظرسنجی از شهروندا مورد نظارت ارزیابی قرار میگیره و تا زمانی که اون گزارش نظارتی تایید نشه بانک جهانی هزینه ارزی خدمات سیره قسمتش نمیپردازه. در قسمت سکتور خصوصی نظارت ها به صورت مقطعی و موردی بوده، فعلا یک کمپاین بسیار تشدیدی از طرف وزارت صحت عامه در کابل و در ولایت آغاز شده و این مورد بسیار جدی مورد پیگیری قرار میگیره. در کنارش وزارت صحت عامه رو یک طرز العمل برای نظارت مداوم و بسیار سیستماتیک سکتور خصوصی کار میکنه. هر دو بحث به صورت جدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، ولی بازم تاکید میکنم در بحث سکتور دولتی میکانیزم بسیار مشخص، شفاف، روشن و منظم موجود هست. در سکتور خصوصی برخوردان مقطعی بوده و حالا روی یک طرز عمل کار میشه به صورت سیستماتیک دیگه به صورت دوره‌ای مورد نظارت قرار. ممنون شما، امیدوارم برادر ما پاسخ خودشان گرفته باشن. محمد صابر روی خط است. صابر عزیز سلام. صابر جان از کندوز با تماسی درست؟ صابر عزیز تماست برقرار از برادرم بفرما. بله سلام به شما برادر. صابر جان تماست برقرار شد اما هم صدای تا داریم، اگر پرسش به دیدگاه داری بفرما. تماس صابر قطع شد. بیننده عزیز، ما مکررند از آغاز برنامه تا حالا خواهش میکنم ازتان لطفا زمانی که با تماس میشین اگر دوست دارین دیدگاه و یا پرسشتان با ما در میان بگذارین، لطفا زمانی که با تماس میشین صدای تلویزیونتان پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما دیدگاه و حرفای شما رو در برنامه داشته باشیم و شما هم بتونین در رابطه با مشکلتان با جناب مجروح و گونه زنده حرفای خودتان شریک بسازین. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب مشروع اکثرا در فصل سرما بدون شک به دلیل آلودگی هوا، به دلیل اینکه فصل سرد شده، بیمارا زیادتر به بیمارستان ها مراجعه میکنن. میخواییم بدانیم که شما در بیمارستان ها امام امکانات دارین تا به گونه درست در زی خدمات را کنین. تشکر. وزارت صحت عامه در پهلوی محدودیت بودجهی که داره و این رو تکرار خدمتتان عرض میکنم، مشکل کلان که ما داریم مشکل محدودیت بودجهی و ظرفیت مالی موجود هست. خدمات صحی را مخصوصا در فصل زمستان تلاش برای میکنه که به صورت بسیار منظم و مؤثر مخصوصا در اون مناطق از کشور که دسترسی به ارزی خدمات صحی محدود هست فراهم بسازه. در مناطق دوردست جایی که معضلات جغرافیایی موجود هست، مشکلات امنیتی موجود هست، منابع مورد نیاز مشمول دوا و مواد محروقاتی بر 3 تا 6 ماه استاک میشه، یعنی ذخیره میشه در اونجا که در صورتی که اگر برف باریش مشکل امنیتی پیش بیاید با کمبود منابع ما مواجه نشیم. در سطح بزرگ شهرها شفاخانه های خوشبختانه ظرفیت درمانی و ارزی خدمات سی خوب را داره. در قسمت دوا ما محدودیت داریم، ما منابع بسیار محدودی داریم و کوشش ما بر است که ما امو دوای لازم به اتاقای عاجل و عملیات خانه در قدم اول تکمیل کنیم و اضافه از او هرچه بودجه داشته باشیم در داخل سرویس و شهروندای ما دوای رایگان ارائه کنیم. پیامی که بر شهروندای خود دارم است که خواهش ما است، تقاضای ما است، آرزوی ما است که یک شعار را که به صورت تکرار ارائه میشه که واقعا بهتر است تداوی است به صورت جدی مد نظر قرار بدن، نه به خاطر ما از اقل برای به خاطر خود، با استفاده از مواد گرم کننده معیاری و استاندارد و همچنان رعایت بهداشت در فصل زمستان، در این فصلی که آلودگی هوا بیشتر، استفاده از ماسک و رعایت میزان گرمی فضاهای بسته دقت بیشتر کنند تا سلامت خودشان تضمین باشه. یک مشکل کلانی که وجود داره است که ما در فضای بسیار بسیار گرم بوده باش میکنیم، دفعتاً به فضای سرد میریم و یا در داخل موتر هستیم، بخاری ها را آنقدر گرم میکنیم که بسیار راحت احساس میکنیم وقتی بیرون میریم. اینی تفاوت در درجه حرارت در میان دو محیط خودش زمینه را به ابتلا به امراض تنفسی
مساعد می سازد. با رعایت این اصول ما می توانیم که یک فیصد بسیار کلانی از ابتلا به امراض تنفسی را کاهش بدیم و در برابرش هزینه ها بسیار کاهش بیابه و شهروندهای ما که در عملیات خانه و اتاق عاجل به دوا نیاز دارند منابع برزنا. ممنون شما جناب مجرو که در این مورد وضاحت دادین. امیدوار هستم که عرفای را که جناب مجرو گفتن همه ما در نظر بگیریم. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. آشنا عزیز تماست برقرار است، بفرما. آشنا سلام به خودت. بله سلام به شما، بفرمایید. سلام، صبحتون بخیر. سلامت باشین، صبح شما بخیر، بفرمایید. سوال من از آقای مجروحی است که آیا تمام کلینیک های یا دواخانه هایی که دوا می فروشند آنها شناسنامه ای از طرف وزارت صحت آنها دارن یا خیر؟ به اکثریت دواخانه ها میره یک تابلت به یک دواخانه اگر بگیری قیمت از 400 کنیه، اگر به دیگه جا بره قیمت از 50 کنیه. از هر لحاظ او هیچ تفاوت هم نداره، حتی از یک کمپین یا یک شرکت. آشنا عزیز خودت از کجا به تماس شدی؟ غور و زیبا. درست برادرم، درست. مشکل گرفته شده، حتما جناب مجرو به شما پاسخ میده. پاسخ شما. تشکر. آقای آشنا به احتمال خیلی از دوستا غوری ما بودم یا هم هیرتی. به قسمت دواخانه ما مشکل داریم و فرافگنی و حرفای دور از واقعیت هم ما رو به جای نمیبرم. به 15 سال گذشته یا گذشت حتی زمان طولانی تر و حدود 14,000 دواخانه جواز داده شده و از میانی 14,000 دواخانه ما به افغانستان حدود 4-6,000 فارماسیست داریم. یعنی امیال 8-10,000 دواخانه ما با کمبود فارماسیست مواجه است. کاری که ما در قدم اول کردیم است که ما صدور جواز نو به دواخانه را متوقف ساختیم. دو، در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی تلاش بری کردیم که هم در سکتور دولتی هم در سکتور خصوصی رشته لیسانس فارمسی ایجاد شه و این تشویق شه، چون نیاز بسیار زیاد در مارکت موجود است. همین لحظه برای 8-10,000 فرصت شغلی تنها در سکتور خصوصی برای فارماسیست لیسانس فرصت شغلی موجود هست. تر سومی که روی دست گرفتیم است که بر ما بسیار مشکل هست که با وجود تمام معضلات که در افغانستان در کنار موجود هست که ما 14,000 دواخانه را به صورت مستقیم نظارت کنیم. طرحی که وزارت صحت عامه داره برای ریاست جمهوری پیشنهاد کرده و روش کار میشه دواخانه زنجیره است. به واسه که ما 14,000 مسئول نفر مسئول بدانیم، قرار بر است که ما 14 نفر مسئول بدانیم، یعنی حداقل 10,000 دواخانه شامل زنجیره شه. هر 1500 تا 1000 دواخانه شامل یک زنجیره شه و مسئولین این زنجیره گزارشته باشن به دولت. این طرح تا 2030 تطبیق خواهد شد. ولی در ابتدای کار 2-4,000 دواخانه شامل زنجیره خواهد شد. این کار میتونه در یک اندازه مورد قسمت کنترل دواخانه کمک کنه و تاکید میکنم با تطبیق این طرح دوا لیبل خواهد داشت، قیمت خواهد داشت، نسخه تاپه میشه. یک مثال بسیار کوچک شما در کابل داریم، دواخانه 786. کیفیت کارش نسبت به دواخانه های دیگه بهتر است. شما اگه اونجا مراجعه کنین، هر دواری که بردارین تمام مشخصاتش به زبان ملی روش نوشته هست و قرار است که نمیتر به سطح ملی و کلانتر تطبیق شد. ممنون شما، ایتوار هستم بینده ما پاس خودشانه گرفته باشن. عبدالقدیر از کندوز روی خط است. جناب قدیر سلام. قدیر عزیز تماست برقرار است، برادرم بفرما. صدای تلویزیون تا پایین کو برادر، بفرما. علیکم سلام. سلام به شما و مهمان عزیز برنامه. ممنون شما قدیر عزیز، صدای تلویزیون تا پایین کو. سلام به شما و همکارایتان. خوشحال هستم که صدای ما را داری برادرم. صدای تلویزیون تا پایین کو و یا فاصله بگی تا وقفه ایجاد نشه معرفی خودت در برنامه داشته باشی. قدیر جان از تلویزیون فاصله بگی اگر پرسش یا دیدگاهی داری. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز لطفا زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیون تان پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما حرف شما رو در برنامه داشته باشین. امروز بحث ما در رابطه با آلودگی هوا و آمادگی های وزارت صحت عامه در این خصوص است. در هر جایی که زندگی میکنین این فرصت از شماست، میتونین زنگ بزنین پرسش ها و دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هست، بفرمایید. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. صدای شما را داریم برادرم، بفرمایید. شما خواهرم بخیر.
همه موضوع کلمه بعد به شما سرمی دواخوانا و دکتر ها اینا من رمد خیرنده شم از ایراد به سما شدم و بعض مخصوص خود مادم شخصم که یک دواپروش به منطقه ماسته او حتی سندم نداره فراغتم نداره و این کلمه گفتم تعجب میرم که او میای کتر پیچکاری میکنه و دوام از پیش خود خو. آیا این کلمه میتونه تعمیر به حساب ما بارها بارها با مسئولی هم قریه گفتم که این آدم در مجموع میتونه و حیات زندگی مردم در خطر میدازنه نمیفهم که آخر آقابت از این چیز براورد میشه همشه. شما سوال دارین جناب مجلسشان؟ اگر موقعیت مشخص اگر موقعیت مشخص بگیم برادر عزیز مشخصات بگین که ما بتونیم اون بگیم بیشتر مشخصات بگین که تا بتونه وزارت صحت عامه رسیدگی کنه بر این مشکل. خیراندیش صاحب اگر صدای ما را داری صدای بیننده ما قطع شد مشکلشان گرفتیم اما کاش تماسشان قطع نمیشد ادامه مشکلشان می داشته باشه می داشتیم ادامه حرفشان که مشکلشان جدی چی بود و آدرس دقیق و مشخصات باید با ما شریک می ساختن. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین یک میان برنامه می گیریم برمی ادامه برنامه است. ممنونتان هستم که با ما هستین. مهمان من وحیده مجرو رئیس روابط بین الملل و سخنگوی وزارت صحت عامه هستند. بس ما در رابطه با آلودگی هوا و تدابیر این وزارت شما اگر پرسش یا دیدگاهی دارین این فرصت از شماست میتونین زنگ بزنین. فعلا بیننده ما از کابل روی خط است بفرمایید. سلام به شما تماستان برقرار است بفرمایید. بیننده عزیز تماستان برقرار شده اگر حرفی به گفتن دارین بفرمایید. سلام مقدس عزیز بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما خدا معرفی کنین برادرم بفرمایید. بله سلام به شما برادر صدای شما را داریم بفرمایید. عبدالمجید هستم از فروشگاه به تماس شدم. خیلی خوشحال هستم که صدایت در برنامه دارم عبدالمجید عزیز بفرما. ادامه حرفایت هم میخواییم داشته باشم برادر عزیز بفرما. تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز اگر دوست داره این دیدگاه ها و پرسش های شما رو در برنامه داشته باشیم از آغاز برنامه تا آخرین لحظات برنامه که فعلا قرار داریم ازتون خواهش میکنیم لطفا زمانی که به تماس میشین اگر در رابطه با موضوع برنامه پرسش و دیدگاهی دارین زنگ بزنین. در غیر از اون بگذارین زمان به بیننده ما که واقعا میخوان در این مورد پرسش ها و دیدگاه هایشان با جناب مجرو در میان بگذارن. فعلا بیننده ما روی خط است بفرمایید. سلام به شما تماستان برقرار است بفرمایید. زنده باشم همشیر جان از زهراتم نرمت خیرندهشون به تماس شدم بفرماین خیرندهش عزیز. زنده باشم همشیر نرمت خیرندهشون از ایراد به تماس شدم و جلوترم زنگ زدم تماس مقد شد. خیلی خوشحال هستم که دوباره تماست برقرار شد. ادامه حرفیت هم میخواییم داشته باشم برادر. بفرمایید ادامه حرفای شما را میخواییم داشته باشم در برنامه. زنده باشم. اول خود سلام خود به میمان شما و به شما دارم. هدف تشکر است. کلمه گپ هم همشیره ما جلوترم به شما اگر متوجه باشم صدای ما گرفته باشم. هدف کلمه گپ هم خود ما شخصا گفتم به منطقه خود ما که یعنی به منطقه قادر آباد سمت نایی آزده ایراد. صدای تلویزیون تا برادر عزیز پایین کو مشکل تا با ما در میان بگذار. و مشکلات ما مردم خاص اینه که تقریبا صد و خانه چهار صدای تلویزیون پایین همشیره جان. پس ادامه حرفایت هم میخواییم داشته باشم برادر مدامه بدیم.
دواخانه به منج منظور هست همشه رجان تا میدیم؟ بله بله. و ما هدف کلمه گفتم اینه که همشه رجان که ما مسئولی همین منطقه و همین محیط منطقه و جریان قدشتم که برادر همی کسی که شخص دوار سودا میکنه و ای آدم نی دیپلم داره و نی دوار میشناسه، حتی یک سیاستر ری پیشکاری کده بود همی چند مدت جلوتر همی یک دواخانه به حساب مایست فرد کنه بازیر به شفاخانه رسوندم و خیر همینجا دواخانه داره و ما بارها بارها با وکیل گذر تاکید کدم، برای رئیس شورا تاکید کدم که کسی اینجدا که و خود شما میفهمید که این دوا که هست هم ذریات هم به خوبی انسانه و ایر میکشه. خب مسئولین که هست واقعیت ما با شما بگم به خدا قسم ما تبال کتر مسئولین نهیدم که به همین سمت از ما دور بخوره و دوار ببینه و دوار تاریخ داره نداره، بسیار با مشکلات ها واسه ازی که این مردم یکی از ولایت پاسیست. ممنونت، مشکلت گرفته شد. جناب مچرو در این مورد حرف خودشان هم میداشته باشن. جناب مچرو به این مشکل ها چگونه رسیدگی میکنه؟ تشکر. یک ابهات رسانه ها و همکاری شهروندا در این است که در اون موردی که تخلفات از دید ما پنهان مانده ما را رهنمایی میکنه. من چند نکته را ذکر میکنم. یک، ما مسئولیت دارم که مشکل بعد از ختم مصاحبه خود مستقیم از طریق ریاست ساتامه هرات پیگیری کنم. دو، برار گلمان این نورامجان خیراندیش، شما یک لطف بکنیم یک شماره ما به شما عرض میکنم از رئیس ساتامه هرات 0788-65-1000. دوباره تکرار میکنم 0788-65-1000. دکتر سپتمنا رئیس ساتامه هرات. ما هم همراهشون به تماس میشم و این برادر ما میتونن مشکل همراهشون مطرح کنن. ما مکلفیت داریم او مشکلاتی که به صورت مشخص و مستند از طرف شهروند و رسانه با ما شریک میشه او رو پیگیری کنیم. ما اگر رسانه محترم یک همراه ما همکاری کنن ما میتونیم که نتیجه امو بررسی خود رو دوباره با شما شریک کنیم تا همراه شهروند دوباره شما در جریان بگذاریم. ممنون شما. ممنون جناب مجرو که در برنامه تشریف آوردین و حضور پیدا کردین و در رابطه با مشکلاتی که بینندای ما داشتن حرفای خودتان داشتین. وقت برنامه ما تمام است. روز شما خوش. سلامت باشید. بیننده عزیز، سپاسگزار هستم از شما که با ما بودید. روزتان خوش. همچنان با یک باشید.